And I think we are better off today than we were the day before we made this agreement. فکر می‌کنم ما امروز بهتر از وضع قبل از رسیدن به این توافق هستیم. اونها در حال پیشروی و انجام دادن همه کارهایی که می‌تونستند در این برنامه بودند و اکنون نیستند. اونها اکنون به خاطر تحریم‌ها در حال مذاکره با ما هستند تا به توافق نهایی برسیم. جان کری گفت اگر ما این توافق را نمی‌کردیم نمی‌توانستیم پیشرفت برنامه هسته‌ای آنها را متوقف کنیم. آنها در 10 سال گذشته از 164 سانتریفیوژ به 19000 سانتریفیوژ رسیدند. این توافق پیشروی برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرد. پیشروی را متوقف کرد و اون رو به عقب و به نقاط معینی برمیگردونه. این موضوع برای اولین بار در یک دهه گذشته اتفاق می‌افته. این توافق امکان بازرسی‌های سرزده رو برای بازرسان به وجود آورده. اگر ما بتونیم به یک توافق جامع با ایران برسیم، تکرار می‌کنم اگر بتونیم، این سوال جدی است که آیا اونها واقعاً آمادگی انتخاب یک مسیر دیگر رو دارن؟ این موضوعی است که باید در ماه‌های آینده اون رو آزمایش کنیم. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه صحبت‌های خود مطالبی را گفت که به شدت قابل تأمل است. کری گفت: من به صورت شفاف می‌گویم که ما به دنبال یک برنامه هسته‌ای برای ایران هستیم که غنی‌سازی بسیار محدودی به ایران اجازه دهد که فقط برای نیازهای عینی باشد و شاید همین نیازهای عینی هم که همان تحقیقات پزشکی و سوخت‌رسانی به برنامه تولید برق است از طریق یک کنسرسیوم قابل انجام باشد. خیلی ساده است. خواسته ما اینه که ایران دیگه نتونه هیچ برنامه نظامی هسته‌ای داشته باشه و ما فرصت کافی و بسیار زیادی داشته باشیم که اگه لازم باشه بتونیم اون رو متوقف کنیم. وزیر امور خارجه آمریکا پا را از این نیز فراتر گذاشت و وارد موضوع توانایی موشکی ایران شد و گفت هیچ تردیدی نیست که برنامه موشکی ایران موجب نگرانی شدید است و معتقدیم با زبان خاصی در توافق ژنو به این موضوع اشاره شده است. کری با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، یکی دیگر از نگرانی‌های جدی واشنگتن را حمایت ایران از حزب الله لبنان و مواضع بین‌المللی ایران بیان کرد. وزیر امور خارجه آمریکا خطاب به سناتورها گفت: مطمئن باشید که ما درباره آنچه که انجام می‌دهیم ساده لوح نیستیم، بلکه کار ما حساب شده بوده است. وی از سناتورها خواست با توجه به این مسائل فعلا از تصویب تحریم جدید خودداری کنند. I'm just saying not right now. حرف من اینه که الان وقتش نیست. بگذارید خیلی روشن بگم. این لحظه دیپلماتیک بسیار حساس و شکننده است. ما این شانس رو داریم که یکی از مهمترین و فوری‌ترین نگرانی‌های امنیت ملی و بین‌المللی رو که امروز جهان با اون روبروست از طریق مسالمت‌آمیز برطرف کنیم. مسئله‌ای که به علت احتمال وقوع درگیری و جنگ بر سر اون میتونه آثار عظیمی داشته باشه. ما همکنون بر سر چهارراه قرار داریم. یکی از نقاط تقاطع و دورایی‌های تاریخی قرار داریم. وزیر امور خارجه آمریکا این رو هم گفت که من هفته یک بار با نتانیاهو در خصوص مذاکره با ایران تماس میگیرم و روز پنجشنبه هم به اسرائیل میروم تا از نزدیک با نتانیاهو در خصوص چارچوب توافق نهایی با ایران گفتگو کنم.